با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب جمعه سوم ماه مهر را ادامه میدهیم با برنامه شامگاهی صفحه یک که در قیاب روزنامه های امروز جمعه کاوشی خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین گزارش ها و خبرهای منتشر در سایر رسانه های عرصه سایبری به روال معمول همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده که البته با دو موضوع مشخص منتشر شد موج واکنش ها به مرگ زائران در مراسم رمی جمرات در عربستان با تازه ترین واکنش های مسئولین جمهوری اسلامی از جمله ورود رهبری ایران و دو فاز تازه سیاست گذاری های جهانی در قبال کشور سوریه با یک تازی های یک جانبه روسیه در دفاع از اسد در واقع اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه سوم ماه مهر ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید خبرهای کوتاه جانبی نیز در ادامه برنامه خواهیم داشت همینک و در بخش آغازین برنامه با مرور چند خبر کوتاه برنامه را می گشهیم. واکنش های خشمالود مسئولین جمهوری اسلامی و دورخیز تازه نهادهای نزدیک به رهبری ایران علیه حادثه درگذشت برخی از زائران در عربستان سعودی بر صدر رسانه ها جای داشت در واکنش به حادثه کشته شدن شماری از حجاج در مراسم رمی جمرات در صحرای منای عربستان رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت ایران نیز با اعلام روز عزای عمومی خواستار برخورد مسئولانه مقامهای عربستان در قبال این حادثه شدند در پیامی که شامگاه پنج شنبه دوم مهر توسط پایگاه اطلاع رسانی رهبری ایران منتشر شد و در خبرگزاری های داخلی ایران نیز باستاب وسیعی داشت آیت الله علی خامنه با ادبیاتی تا حدودی نامعنوس مدیریت غلط و اقدامات ناشایست را عامل این اتفاق دانست و از دولت عربستان سعودی خواسته است که مسئولیت به زعم وی سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هم در پیام خود به مناسبت شروع مراسم حج امسال با اشاره به حادثه دیگری که به تازگی روی داده بود و تأکید بر مسئولیت سنگین عربستان در تأمین امنیت زائران گفته بود که عمل به این تعهد و ادای این مسئولیت خواسته قطعی ماست همون گونه که شما بینندگان عزیز در برنامه های مختلف خبری از جمله در برنامه دیشب آن سوی خبر نیز آگاه شدید دیروز پنجشنبه دوم ماه مهر در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا که میلیونها زائر در آن شرکت کردند صدها تن به دلیل ازدهام جمعیت زیر دست و پا ماندند و کشته و زخمی شدند در همین حال دولت جمهوری اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای با تاکید بر سه روز عمومی در کشور عربستان را مسئول امنیت و حفاظت از جان زائران دانست در اطلاعیه دولت جمهوری اسلامی وزارت بهداشت و جمعیت و هلال احمر ایران معمور پیگیری و امور درمانی کلیه مجروحان تا سلامتی کامل شدن در این اطلاعیه تأکید شد که رسیدگی به وضعیت درمانی مجروحان با جدیت کامل و در اسرع وقت صورت گیرد دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرد که عربستان سعودی را مسئول امنیت و حفاظت از جان حجاج میداند و عواقب هر گونه اهمال و بیتوجهی به این امر را متوجه دولت عربستان دانسته است که آغازگر نوعی جدال دیپلماتیک لفظی بین جمهوری اسلامی و این کشور عربستان است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز ساعتی پس از این حادثه خواستار تشکیل فوری ستادی ویژه در وزارت خارجه برای تسریع در انجام هماهنگی‌های لازم و امداد رسانی مؤثر تر شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از حادثه ی روز پنجشنبه در تماس با مقام های ایرانی مستقر در عربستان دستور لازم برای بکارگیری تمامی امکانات برای رسیدگی به آسیب دیدگان ایرانی را صادر کرد. در سویه های دیگر می‌خواندیم وزارت امور خارجه ایران نیز بعد از ظهر پنجشنبه با احضار کاردار سفارت عربستان در تهران مراتب اعتراض ایران را ابلاغ کرد در ادامه ی همین موضوع و مضمون واکنش خشمالود رسانه های نهاده های نظامی و وابسته به پایگاه های رهبری ایران به این ماجرا بیشتر به نوعی سوء استفاده سیاسی تبدیل شده است تا اینکه بوی نوعی اغدگوشایی از بروز این حادثه به مشام کارشناسان سیاسی و رسانه ای رسیده است از جمله رسانه های همچون تصنیم، خبرگزاری فارس و دو خبرگزاری نظامی دیگه مثل نسیم که عمدتا در عرصه سیاست خارجی نیز همواره با تحکم و فرامین نظامی ایفای نقش می کنند تماما خبر و گزارش های صفحه نخست امروز را با حمله و انتقاد های گسترده به سیاست های دولت عربستان در عرصه منطقی از جمله یمن اختصاص داده بودند همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز مستحضرید نظام جمهوری اسلامی حول برخی از مسائل منطقی از جمله دفاع یک جانب از رژیم بشار اسد دچار اختلاف سیاسی و, سی سی و رقابت های کور با کشورهای منطقی از جمله عربستان و ترکیه شده است و البته در این راستا به بحانه های بروز بحران های مختلف طبیعی یا مدیریتی از باران و زلزله و گرما گرفته تا سقوط جرسقیل موجی از انتقادهای سیاسی را علیه این کشورهای منطقه خاص عربستان روامی دارد و اعمال می کند. و اما در تازه ترین خبرهای منتشره در عربستان سعودی پادشاه آن کشور میگوید دستور داده است تا برنامه ریزی برای این مراسم بازبینی شود به گزارش خبرگزاری رویترز ملک سلمان که پس از حادثه به صورت زنده در تلویزیون سخن گفت در عین حال افزود که خواستار تحقیقات سریع در مورد علت حادثه شده است اخوانی و ابنائی منصوب كافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهنئكم وأخمار المواطنين وحجاج بيتها الحرام عيد الأضحى المبارك سيد المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا مسؤولية برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی بر عهده وزارت حج آن کشور است. طی دومین سانحه مرگبار در عربستان است که طی آن زائرانی کشته می شوند. همان که در بخشهای مختلف خبری اطلاع یافتی در بیستان شهریور نیز سقوط جرثقیلی در صحن مسجد بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. همچنین در نخستین گزارش های منتشره از چگونگی و علل این واقعه تلخ وزارت کشور عربستان خستگی و گرمای هوا را نیز عامل اصلی کشته شدن زائران بیشمار عنوان کرده است ژنرال منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان میگوید حادثه زمانی رخ داد که شمار زیادی از زائران همزمان در حرکت بودند به <تص> گفته <تص> ایشان حرارت <تص> بسیار زیاد هوا و خستگی زائران دلیل شمار بالای قربانیان است هوا در زمانی که حادثه رخ داد 46 درجه سانتیگراد بود در سوی دیگر خبرگزاری فرانسه میگوید با این همه شاهدان ماجرا انگشت اتهام را به سوی مقام های سعودی گرفتند حادثه مرگبار در منا با ابراز تاسف و همدردی مقام های جهان از جمله شخص بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک همراه شده است و اما در تازه ترین آمار منتشر گویی یا تعداد زائران جان باخته ای ایرانی نیز افزایش نشان می دهد. در واقع آمار جدید حاکی از 1300 کشته و 868 زخمی است که تلفات همیهنان هم ایرانیمان ایرانی من تا این لحظه 131 کشته و 60 زخمی گزارش شد. به گزارش اصر ایران به نقل از خبرگزاری ها این آمار از سوی نیروی دفاع غیر نظامی عربستان سعودی اعلام شده است. در هر روی گروه خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا این حادثه جانگوداز را به خانواده جانباختگان تسلیت ارز می کند و از خداوند متعال شکیبایی همه بازماندگان را خواست داریم. هماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با گزیده های از گزارش‌ها و خبرهای ایران منطقه و جهان خبرهای منطقه ایران را ادامه می دهیم با آخرین تحولات در سوریه که موج جدید اظهار موضع سران کشورهای قدرتمند و تأثیر گذار همچون آلمان، فرانسه، آمریکا و در و کشورهای منطقی حتی ترکیه با خانشهای خاص و تا حدودی رضایتامیز رسانه های نزدیک به رهبری ایران مواجه شد از جمله خبرگزاری های فارس و تسنیم و نسیم مسلس رسانه های سایبری وابسته به سپاه پاسداران همگی به نحوی تلاش داشتند که از آخرین اظهار موضع سران برخی از کشورها مبنی بر احتمال حضور اسد برای روند انتقالی قدرت مشروعیت تازهی برای این خودکامه خاور میانهی می خریدن. از جمله گزارش شده بود که رجب طیب اردوغان یکی از سرسخت ترین مخالفان منطقه ای بشار در تازه ترین اظهار موضع خود اعلام کرد که اسد می تواند بخشی از روند انتقالی در سوریه باشد این در حالی است که این رسانه های نظامیان اظهارات آنگلا مرکل و هلاند را نیز در سطحی وسیع باستاب دادند که نشان از نوعی اجماع جهانی با متدی منعطفتر برای گذار از اسد در سوریه است که گویا امر بر نظامیان نشسته در ایران مشتبه شد و اما سوریه و تحولات آن در نشریات و رسانه های خارجی آژانس خبری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد روسیه نوشت که رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در صورت خودداری آمریکا از همکاری به طوری یک جانب مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه را بمباران کند. همین منبع افزود است که رئیس جمهوری روسیه مایل است که آمریکا و ائتلاف بین‌المللی به رهبری این کشور حملاتشان را علیه دولت اسلامی داعشیون منظور با قوای نظامی مسکو بشار اسد و رژیم ایران هماهنگ کنند بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد مسکو میافزود که روسیه به دولت آمریکا و متحدانش یک مسیر موازی اقدام نظامی به همراه انتقال سیاسی قدرت بدون بشار اسد را پیشنهاد کرده است اما رئیس جمهوری روسیه نسبت به خودداری آمریکا از پاسخگویی به این پیشنهاد ناخرسند است و آماده است در صورت لزوم به تنهایی عمل کند در این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که رژیم بشار اسد برای اولین بار از هواپیماهای بدون سرنشین روسیه علیه گروه دولت اسلامی استفاده کرده است به کارگیری این هواپیماها از جمله نشانه های تقویت حضور نظامی روسیه در خاک سوریه تفسیر شد یک مقام بلندپایه رژیم دمشق سهشنبه گذشته گفته بود که کشورش دستکم کم پنج هواپیمای جنگنده و همچنین هواپیماهای شناسایی و نیز تجهیزات نظامی پیشرفته از دولت مسکو دریافت کرده است دیروز هم برای اولین بار صدر اعظم آلمان فدرال آنگلا مرکل خواستار گفتگو با رژیم بشار اسد برای خاتمه دادن به جنگ و بحران در سوریه شد با این حال هم رئیس جمهور فرانسه و هم نخست وزیر انگلستان بار دیگر تاکید کردند که برکناری بشار اسد شرط گذار سیاسی در سوریه و پایان خونریزی در این کشور است همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با چند خبر کوتاه از جای جای ایران هواشی یکم ماه مه روز بازگشایی مدارس در ایران همچنان در گوشه و کنار رسانه های مختلف باستابی وسی دارد از جمله شخص حسن روحانی با طرح پرسشی شامه کنکاش و جستار صاحبان رسانه ها رو برانگیخت. سوالی خاص از عرصه دیپلماسی هسته ای آن هم در میان دانش آموزان با هم میبینیم و میشنویم پرسش مهری که من از شما دانش آموزان عزیز دارم و مثل سالهای پیش که به این پرسش به خوبی پاسخ دادید میخوام به پرسش امسال هم پاسخ بدید پرسش اینه شما دانش آموزان عزیزی که سرمایه اصلی کشور ما هستید به نظر شما بعد از انجام توافق هستی با شش قدرت بزرگ دنیا چه فرصت های تازه ای پیش روی ما گشوده شده فرصت های جدید چیه از لحاظ علمی از لحاظ فناوری و دانش از لحاظ محیط کار از لحاظ اقتصاد از لحاظ روابط ما با همسایگان از لحاظ روابط ما با دنیا شرایط بهتری که باید در زندگی داشته باشیم حل مشکلات ما مشکلات محیط زیست ما مشکلات آب ما مشکلات خاک ما مشکلات اشتغال جامعه ما جوانهای ما به حال ما فکر میکنیم بعد از پایان تحریم و ماهای آینده فرصت پیش روی ما چی هست و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت استفاده کنیم شاد و موفق و پیروز باشید آری رئیس جمهور کوشیده بود با طرح این پرسش کماکان با زیرکی خاص به حجمه های بیوقفه رادیکال ها و اصولگرایان به نوعی جواب دهد خاصه اظهارات روحانی که دشمن اصلی رو دشمن اصلی ایران رو ریزگرد ها و مشکلات مدیریتی دانسته بود نه دشمن های نظامی برون مرز که به مزاق جناح خامنه ای خوش نیامد که عمدتا میکوشند با دشمن تراشی های فرضی فضا را نظامی و خشن نگه دارند از منظر کارشناسان پاسخ و پرسشی بسیار معنادار تلقی گردید و در وقت باقی مانده با عکس خبری خاص که مرتوجه برخی از رسانه های سایبری واقع شد و در شهر شبکه ها نیز بازنشر بیشمار یافت بردامه رو پی میگیریم انتشار تصاویر حضور خواهر و داماد خامنه ای در مراسم تدفین برادر ملکی در واقع مراسم تشعی و خاکسباری پیکر منصور ملکی روزنامه و منتقد هنری در روز سهشنبه در بهشت زهرای تهران برگزار شد که حضور همزمان چند مهمان موجب توجه رسانهها شد آقای ملکی همسر پری ملکی خواننده قدیمی و همچنین برادر کوچکتر دکتر محمد ملکی فعال سیاسی مخالف حکومت ایران بود و اما موضوعی که باعث شد در مراسم خاکسپاری او علاوه بر اهالی هنر گروهی از شهرههای سیاسی و دوستان محمد ملکی نیز حضور پیدا کنند که از جمله آنها میتوان به محمد نوریزاد، علی رضا جباری، رضا ملک، پدر مصطفا کریم بگی که در جنبش سبز کشته شد و مادر سعید زینالی از مفقودان جنبش 16 تیر ما اشاره کرد. حضور شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر علی خامنه ای و همسرش بدری حسینی خامنه در این مراسم نیز از جمله نکات قابل توجه این مراسم بود شیخ علی تهرانی که یکی از قدیمی ترین مخالفان جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه گذشته به شمار می رود و بعد از مدت زندان حصر خانگی و تبعید بالاخره در حال حاضر در سکوت سیاسی به سر می برد و کمتر در مراسم عمومی حاضر می شود همسر آقای تهرانی تنها خواهر تنی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه است و با این مطلب عکس خبر برگزیده وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد همچون همه شب از محضر شما همراهان هماره ایران فردا دعوت میکنم بیننده برنامه آن سوی خبر باشید که شرح تکمیلی آخرین خبرها را به آگاهی شما میرساند تا آنگاه شامگاه قشنگ بامدادتان با در ایران فردا روشن باد تا دفتر تازه از صفحه یک در شامگاه دوشنبه بدرود